فریبا در پایتخت شش پسر نوجوانی است که متولد دهه 80 است. نام او ابوالفضل رجبی است. ابوالفضل رجبی متولد 27 تیر ماه سال 1386 در شهر ساری استان مازندران و اکنون 13 سال سن دارد. ابوالفضل رجبی دانش آموز کلاس 7 در مقطع اول متوسطه و در شهر ساری ساکن است. ابوالفضل رجبی در یک خانواده 4 نفری زندگی می کند و یک خواهر کوچکتر از خود دارد. ابوالفضل رجبی در سال 97 به کلاس های بازیگری در قائم شهر رفته و زیر نظر عباس میار دوره های کوتاه مدت بازیگری را گذرانده است و اکنون در اولین تجربه تلویزیونی خود در پایتخت شش به هنرنمایی می پردازد. ابوالفضل رجبی به ورزش کشتی علاقه‌مند بوده است. جای تعجب ندارد چون این ورزش در میان مازندرانی ها بسیار محبوب بوده و اکثر کشتیگیران کشور نیز از این خطه برخواسته اند. به احتمال زیاد این بازیگر خردسال میتواند تبدیل به یک کشتیگیر ماهر نیز شود. از جمله آرزوهای ابوالفضل رجبی دستیابی به سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر است. ابوالفضل رجبی در یکی از مصاحبه‌هایش گفته که الگوی او در هنرپیشگی اکبر عبدی است و باید منتظر ماند و تماشا کرد که ابوالفضل با شباهت ظاهری و انتخاب این چنین الگویی میتواند اکبر عبدی دیگری در تاریخ سینمای ایران باشد. ابوالفضل رجبی در سریال پایتخت شش در کنار محسن تنابنده، نسرین نصرتی، بهرام افشاری، مهران احمدی، احمد مهرانفر، هومن حاجی عبداللهی، ریما رامینفر، سارا و نیکای فرغانی اصل به ایفای نقش پرداخته است. بهروز فریبا که نقش پسر دوم فهیمه و بهبود فریباست در پایتخت شش از جمله شخصیت‌های بامزه این سریال به شمار می‌رود. فصل ششم سریال پایتخت نخستین تجربه بازیگری این هنرپیشه خردسال کشورمان می‌باشد. پدر و مادر ابوالفضل رجبی اصالت جویباری و سوادکوهی دارند و پدرش در فرودگاه ساری مشغول به فعالیت است. ابوالفضل رجبی در پایتخت شش با تکه کلام‌ها و رفتارهای بامزه در همین روزهای ابتدایی پخش پایتخت شش بسیار خوش درخشیده و در کنار برادرش بهتاش بهرام افشاری به هنرنمایی می‌پردازد. پایتخت شش که از اول فروردین 99 هر شب حدود ساعت 10 شب پخش می شود توانسته همانند فصلهای گذشتهش توجه بسیاری از تماشاگران و کاربران را به خود جلب کند. این مجموعه تلویزیونی برای ساخت سری ششم دچار مشکلاتی از جمله فوت خشایار الوند نویسنده پرقدرت این سریال بود تا جایی که احتمال عدم تولید این سری نیز حس می شد. پایتخت شش به قدری پربیننده است که میزان مصرف اینترنت در کشور در زمان پخش این سریال طنز چند درصد افت می کند. یعنی برای مدتی میلیون ها اینستا باز و تلگرام باز ایرانی بیخیال لایک و کامنت و فالو می شوند و پای شبکه یک می نشینند تا ببینند فرجام نقی معمولی و ارسطو عامل و دیگر هنرمندان توانمند این سریال در مناطق شمالی کشور چه می شود؟